با نام و یاد خداوند متعال، بینندگان عزیز سلام بر شما. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های خبرگستر از شبکه تلویزیونی استقلال. صلح آرمانی است که سالهاست مردم افغانستان برای به دست آوردنش قربانی می دهند. طی هشتمین نشست طالبان با آمریکا تفاهم نامه ای رد و بدل شد که طبق گفته های دو طرف روشنی توانسته توافق هر دو طرف را به صورت نسبی به میان داشته باشد. از سوی دیگر آمریکا تفاهم نامه دیگر با حکومت وحدت ملی امضا می کند که طبق یافته های متن تفاهم نامه بین طالبان آمریکا و همچنان حکومت آمریکا تفاوت های چشمگیری وجود دارد. با این حال سوالاتی در رابطه با این موضوع از سوی مردم مطرح می گردد که آیا این صلح پایان جنگ در کشور خواهد بود؟ آیا دیگر مردم قربانی نخواهند داد؟ و صدها سوال دیگر که در این برنامه سعی میکنیم به این سوالات پاسخ ارائه کنیم. مهمان من در این برنامه هست آقای جواد امید، فعال مدنی در هرات، و آقای داود افشار که به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای امید سلام بر شما، خوش آمدید برنامه. صحبت ما در رابطه با تفاهم نامه هست. آیا امضای تفاهم نامه آغاز ثبات و صلح در افغانستان است یا آغاز جنگ دیگر؟ خب من هم ابتدا عرض سلام دارم حضور شما، بیننده های خوبتان، و عرض تسلیت دارم به مردم داغدیده افغانستان به خاطر حادثه دیروز کابل. ببینید طبیعتاً این سوال نمیتونه پایان جنگ افغانستان باشه، به دلیل از اینکه جنگ افغانستان تنها گروه طالبان نیستن که با حکومت افغانستان می جنگن. ما حالا طبق همون اظهارات رسمی حکومت بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت می کنن. اما آنچه که مقامات آمریکایی اظهار کردن و نماینده دفتر آقای خلیلزاد در سفری که به هرات داشتن چند ماه پیش اظهار کرد این بود که میتونه پایان بزرگترین جنگ افغانستان باشه، اما به معنای پایان جنگ نیست این تفاهم صلح. خب چرا؟ الان ما میبینیم از یک طرف گفتگوهای صلح وجود داره در کشور، همه در پی از این هستن که صلح خواهد آمد و همچنان طالبان هم چراغ سبز نشان میدن، از طرف آمریکا هم در حال چراغ سبز نشان دادن به طالبان هست. طالبان من حیث امارت میبینه، من حیث یک حکومتی که در افغانستان هست، نه اینکه بوده، هست و میخوان یک صلح رو ایجاد بکنن. در کنار ازی طالبان چندین گروه شده در بین خودش، جز جز شده. خودتان میگن که 20 گروه جنگی در افغانستان وجود داره و قطعا خود طالبان چندین از این گروه ها رو خود طالبان تشکیل میدن. شاید یک گروه ازی با حکومت بیه و صلح بکنه یا به بدن حکومت اضافه بشه، گروه های دیگر قطعا با ازی گروه مشکل دارن. مثلا ما در قطر برادر ملا هبت الله در پاکستان میبینیم که یک گروه از طالبان، یک بخش از گروه طالبان داره یه حمله را انجام میده و به نحوی پیام ایره میرسنه که ما صلح با افغانستان را قبول نداریم. با این وصف آیا گروه طالبانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم یک گروه هست یا نه چندین شعبه داره و باید با هر کدوم از شعبات یک پروسه صلح صورت بگیره؟ ببینید طالبان بعد از مرگ ملا عمر دیگه او یک پارچگی و اتحاد گذشته ندارن و به گروه های کوچک حالا تقسیم شدن. منطقه شاخه که حالا با حکومت با ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره هست که رهبری از او ملا هبت الله به دست داره، طبیعتا بزرگترین شاخه نظامی طالبا هست و این شاخه میتونیم بگیم که همون شاخه جنگجو و نظامی طالبا هست که فعلا در حال مذاکره هست با حکومت ایالات متحده آمریکا، و اگر با این حکومت با این شاخه صلح صورت بگیره به گفته حالا سیاسیون آمریکا همون بزرگترین جنگ افغانستان به پایان میرسه. اما طبیعتاً طالب ها انشاباتی در بین این گروه صورت میگیره و حتی احتمال ای که گروه تندروتری از طالب ها به داعش بپیوندن و داعش در افغانستان تقویت بشه هم میره، که بعد از صلح با حکومت افغانستان یا با امریکا گروه طالب ها گروه های افراطی از طالب ها جداشن و به صف داعش بپیوندن. خب و متاسفانه گفتم صلح با طالب ها یا با شاخه ملا هبت الله به معنای این نیست که جنگ در افغانستان پایان میابه. حتی شما میبینین در همین مذاکرات صلحی هم که همین حال انجام میشه طرف های مذاکره کننده مخصوصا طرف آمریکا تاکید بر این داره که طالب ها به عنوان گروهی که با آمریکا صلح میکنن اجازه ندن دیگه گروه ها از خاک افغانستان استفاده بکنن، یعنی عملا دعوت میکنه از گروه طالب ها که با دیگه گروه های تروریستی در افغانستان به نفع آمریکا بجنگن. و من فکر میکنم بیشتر از او که جنبه صلح برای مردم افغانستان داشته باشه این تفاهم نامه یا این تفاهم صلح،
بیشتر جنبه سربازگیری امریکا داره که میخواد گروه طالبان به عنوان گروهی که به نفع امریکا در افغانستان با دیگر گروه ها به جنگن با خود داشته باشه. خب صحبت شما در رابطه با داعش هست، آیا مد نظر شما این هست که بعد از گروه طالبان داعش قدرت بیشتری خواهد گرفت در افغانستان؟ بدون شک من فکر میکنم که گروه از افراطیون طالب ها به داعش میپیوندن و داعش همین حالا که میبینیم که در یکی دو ولایت اعلام حضور کرده، مخصوصا در ولایت نورستان در اواخر اعلام حضور کرده، به این نشان دهنده ای هست که خب بالاخره بعد از جنگ طالب ها ما به طرف جنگ با داعش میریم. خب صحبت بعدی ما در صحبت اصلی ما در رابطه با تفاهم نامه هست، تفاهم نامه ای که قرار امضا بشه. به نظر شما تفاهم نامه ای که امضا میشه و هیچ کس از او اطلاعی نداره، فقط بین آمریکا و طالبان هست، فقط بعضی از موارد که درس کرده به خبرنگاران تونستن او را بیرون کنن از داخل تفاهم نامه مطرح شده که او هم هنوز قطعی نیست که آیا چیزها وجود داره یا نه، آیا یک بار حقوقی داره؟ ببینید دقیقا نگرانی مردم هم همین هست که مردم افغانستان به عنوان شهروندان این سرزمین واقعا ناگاه هستند و اطلاعی از مذاکرات و ای که روی چی قرار هست حکومت امریکا با طالبان توافق بکنه متاسفانه اطلاعی ندارن، در حالی که آینده و سرنوشت سیاسی مردم افغانستان مطرح است ولی مردم بی اطلاع هستن. حالا در تفاهم‌نامه‌ای که یا توافق‌نامه‌ای که قرار هست با طالبان به امضا برسه، من فکر میکنم چهار موضوع اصلی مطرح هست و یک همو خروج تمام نیروهای نظامی از افغانستان مطرح هست، بحث لغو تمام قراردادهای امریکا با حکومت افغانستان هست، آزادی 35,000 زندانی طالبان هست و همچنین از بین رفتن تمام پایگاه‌های نظامی در افغانستان. این چهار موضوع از موضوعات عمده‌ای هست که در این توافقنامه حالا به گفته آگاهان ذکر شده، ولی که چقدر روی از اینا تاکید شده یا چقدر اینا میتونه اولویت باشه برای هر دو گروه هنوز هم مشخص نیست و متاسفانه اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. در کنار این قرار است حکومت آمریکا یک توافقنامه ای هم با حکومت افغانستان امضا بکنه و نکته جالب این توافقنامه ای هست که او توافقنامه قرار است با امارت اسلامی افغانستان همونطور که شما گفتین به عنوان یک حکومت رسمی امضا بشه و همچنین با حکومت فعلی افغانستان هم قرار تفاهمنامه جدای انجام بشه و میگن که دو توافقنامه قرار هست زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم بسازه. حالا از لحاظ بار حقوقی وقتی شما میایین اسم بدیم به یک گروه و او امارت اسلامی طالبان میخواییم، امارت اسلامی به مسابقه یک حکومت است. من فکر میکنم پس این دو توافقنامه زمینه گفتگو بین دو حکومت را فراهم خواهد کرد، یعنی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت امارت اسلامی طالبان. خب صحبت ما در رابطه با همین چهار بخش میخوام کمی بپردازیم. شما از خروج نیروهای نظامی، لغو قراردادها و آزادی 35,000 طالب و از بین رفتن پایگاه‌های نظامی صحبت کردیم. قطعا می‌دانیم که در با یک حساب کتابی که بکنیم با طبق آماری که خود آمریکا پخش کرد و مصارفی که در افغانستان داره، در هر ثانیه بالای $1,500 طالبان آمریکایی‌ها در حال مصرف در افغانستان هستند. با این وصف نیروهای نظامی آمریکا تازه تانستن در افغانستان جایگاهی که داشته باشن را پیدا بکنن، من حیث حمایت قاطع و جلوب گیری بکنن به نحوی از کشتار خودشان. با این وصف و همچنان لغو قراردادهایی که ما شما داریم صحبت میکنیم که قطعا به مردم ضربه میزنه، آیا خروج کامل نیروهای آمریکایی از کشور باعث افتادن نظام میشه، از بین رفتن نظام خواهد شد؟ ببینید من فکر میکنم همین دو توافقنامه‌ای که سر از او صحبت کردیم به خاطر بقای یک حکومت در افغانستان قرار هست و امضا برسه، یعنی که طرف حکومت هم متعهد میشه به یک سری تعهدات و طالب ها هم حالا یا امارت اسلامی طالب ها هم متعهد میشه که بالاخره آتش بس بکنه و بیایه در مذاکرات بین الافغانی شرکت بکنه. اما ببینید من فکر نمیکنم که حالا خروج نیروهای نظامی به صورت یک دفعی صورت بگیره، شاید یک جدول زمانبندی طی چند سال طی دو سال گفتن طی دو سال یا
شاید هم بیشتر صورت بگیره. و بحث بعدی هست که حالا متاسفانه در داخل خود امریکا هم بحثایی هست، مثلا ترامپ و طرفداران ترامپ پافشاری بر خروج امریکا دارن به دلیل از اینکه یک جنگ فرسایشی و هزینه بر میدانن. از طرف دیگه میبینیم خیلی از سناتورها در سنای امریکا مخالف این هستن و ترامپ توصیه میکنن که به حرف مشاورین امنیتی گوش بکنه و حتی در اظهاراتی که رئیس کمیته قضایی سنای امریکا سناتور لینز گراهام داشته توافق با طالبان حتی از برجام هم بدتر خوانده و گفته که یک اشتباه بزرگ است اعتماد بر طالب ها و ای که بخوان طالب ها جایگزین نیروهای ویژه مبارزه با ضد تروریست در افغانستان بشن، گفته یک اشتباه بزرگ است و آقای ترامپ توصیه کرده که به حرف مشاورین امنیتی خود گوش کنند. خب صحبت بعدی ما در رابطه با همین امضای صلح هست و ای که میخوان صحبت بکنن و این حرف ها با طالبا و به نحوی از طالبا من حیث آلیه دست در افغانستان استفاده بکنن طالبان، چیزی که گفته های شما هم امیر مطرح میکنه. اما یک چیزی رو مد نظر بگیریم، آمریکایی ها و حکومت ایالات متحده همیشه در امضای تفاهم نامه ها بسیار زیرکانه موشکافانه و به سختی پیش میان تا بتونن یک تفاهم نامه امضا بکنن. قضیه برجام ما و شما رو دیدیم که با ایران مثلا آمدن وارد مذاکرات شدن، بسیار به سختی یک تفاهم نامه امضا کردن، اما بسیار با آسانی و با سادگی مچاله کردن و انداختن دور. تفاهم نامه بین آمریکا و طالبان و همچنان آمریکا و افغانستان چقدر احتمال داره که به سرنوشت برجام مثل برجام بشه؟ ببینید متاسفانه ما خیلی زودتر از برجام تجربه کردیم، یعنی در افغانستان ما پیمان استراتژیک با آمریکا داریم اما هیچگاه این پیمان استراتژیک نتونست حکومت افغانستان را کمک بکنه که در مقابل نیروهای مخالف خود و مقتدرانه وارد عمل بشه یا اونا به زانو در بیاره، در حالی که یکی از مواد این پیمان استراتژیک این هست که حکومت افغانستان در عملیات‌های نظامی حمایت بشه نیروهای دولتی و به نحوی پشتیبانی صورت بگیره از اینا. متاسفانه ما دیدیم که پیمان استراتژیک هم تحت شعای بازی‌های سیاسی آقای ترامپ قرار گرفته و متاسفانه به هیچ عنوان به نفع مردم افغانستان نبوده. این پیمان استراتژیک یا حداقل مردم افغانستان نتونستن از این مفاد پیمان استراتژیک بهره مند بشن و این برمیگرده متاسفانه به همون دیپلماسی ضعیفی که در دستگاه حکومتی وجود داره. متاسفانه ما در سیاست خارجی خیلی ضعیف عمل کردیم و متاسفانه دستگاه دیپلماسی افغانستان نتونسته که پیمانها و معاهدات بین المللی به نفع خود استفاده بکنه و ضعف از اویی هست که ما متاسفانه دیپلمات‌های کارکشته یا سیاسیون کارکشته نداریم. شما در مذاکرات صلحی که حالا در طی چند مدت برگزار شده شما اگر ببینید طرف طالب ها همیشه کسانی را آوردن که از لحاظ سنی و از لحاظ ای که در صحنه سیاست حضور داشتن آدمای کارکشته بودن. متاسفانه هیئت اخیری که به دوحه سفر کرد و به اصطلاح همون گفتگوهای بین الافغانی قرار شد پیش ببرند که حتی یک قطنامه هم صادر کردن، در او بیشتر جوانهای کم تجربه بودند که متاسفانه نتونستن حتی در همو قطنامه هم منافع مردم افغانستان را مد نظر بگیرن و قطنامه تقریبا یک قطنامه یک جانبه است. با او هم طالب ها میبینیم به همو قطنامه هم که صادر کردن پایبند نیستن. خب حالا میایم راجع به دو تا تفاهم نامه صحبت میکنیم، طوری که خود شما گفتین یک تفاهم نامه بین طالبان و آمریکا و یک تفاهم نامه بین آمریکا و حکومت وحدت ملی. صحبت از دو تفاهم نامه هست، باز دو نقیص هایی که بین از اینها وجود دارد. طبق بیرون آمده از این تفاهم نامه ها چیزایی که بیرون آورده شده و به نحوی به گوش رسانه ها رسانده شده و رسانه ها به گوش مردم رساندن، ضد و نقیض بین این دو تا تفاهم نامه وجود دارد. در او تفاهم نامه‌ای که با طالبان امضا شده صحبت اصلا از آتش بس نیست، از صلح پایدار و این طوری که صحبت شده وجود ندارد، یک مبنای یک زیربنایی که آماده بشه کشور برای اینکه نشست بین الافغانی به وجود بیاد زیاد اصلا مطرح نشده و به صورت ضمنی حتی در رابطه با آتش بس صحبت نشده. اما با تفاهم نامه‌ای که با حکومت قرار امضا بشه و صحبتایش هست، صحبت از این شده که آتش بس صورت میگیره و ای که طالبان زمینه رو میسازن برای ای که نشست بین الافغانی صورت بگیره. این ضد و نقیض ها نشان دهنده چی است؟
باز هم برمیگردیم به این که متاسفانه پروسه صلح داره یک طرفه پیش میره و گفتم مردم افغانستان، حالا اگر حکومت افغانستان را هم یک جناحی بگیریم که از مردم افغانستان نمایندگی میکنه، متاسفانه در جریان اصل موضوعات قرار نداره و این که دیپلماسی حکومت افغانستان آنقدر ضعیف است که نتونسته تاثیرگذار باشه در متن تفاهم‌نامه ها و متاسفانه حکومت افغانستان فعلا درگیر مسائل داخلی شده که حالا برگزاری انتخابات یکی از اون مسائل است و تمرکز حکومت روی برگزاری انتخابات هست و انتخابات باعث از این شده که حکومت از پروسه صلح کمی دور باشه و نتونه رایزنی بهتر را انجام بده، نتونه دیپلماسی بهتر را انجام بده و حتی متن تفاهم‌نامه به نفع مردم افغانستان و حکومت افغانستان تغییر بده. متاسفانه حکومت افغانستان در اینجی داره ضعیف عمل میکنه و اگر به این منوال پیش بره، فکر میکنم که آینده سیاسی افغانستان به جایی که به نفع مردم باشه بیشتر به نفع طالب ها و متحدین طالب ها خواهد. صحبت دیگه ما در رابطه با انفجارات هست، انفجاراتی که در پاکستان صورت گرفت و در کابل. در پاکستان برادر مولا هبت الله مورد حمله قرار گرفت و کشته شد و 11 نفر دیگه هم زخمی شد، اما در کابل شب گذشته طی یک محفل عروسی 63 نفر حدود 70 نفر کشته و زخمی شدند که تا حال آمار دقیقش معلوم نیست. بالای 170 نفر زخمی شدند طی حمله ای که به یک محفل عروسی که فقط در او مردم ملکی بودند، نه وزیر، نه وکیل، نه قماندان، هیچ کدام از اراکین دولتی نبود، فقط مردم مورد حمله قرار گرفت. چنین حملات صورت گرفت، این حملات بیانگر چیست؟ چه پیامی داره؟ آیا صلح با این حالت بهش خدشه وارد نمیشه؟ ببینید، من فکر میکنم که حالا طالب ها میخوان با این حملات فشار بیارن روی مردم و مردم رو وادار بکنن و به دلیل از اینکه حالا با ترس و اعراب مردم رو وادار به پذیرش خود اما آقای امید، طالبان رد کردن این حمله رو از گردن خودش. ببینید، من فکر میکنم هیچ گروه دیگه آنقدر امکانات و به حساب این فرصت هم نخواهد داشت که بیای همچنین حملات سازماندهی بکنه. طالبا به گونه رسمی هنوز رد نکردن و متاسفانه این هست که تمام گمان زنی ها و تمام سوء زن ها به طرف طالبا است، به دلیل از اینکه اونا قبلا هم اعلام کرده بودند که حملات ما شدت پیدا میکنه. یک بحث هست، بحث دیگه ای هست که شما اشاره کردین به انفجار کویته. انفجار کویته بود داخلی جنگ افغانستان رو داره نشون میده که بود قومی جنگ هست. متاسفانه با اینکه ما خیلی ها تحلیل نهایی هست که جنگ افغانستان جنگ قومی نیست، ولی متاسفانه میبینیم که این جنگ جنگ قومی هست، حتی درون قومی، جنگ درون قومی هست. شاخه ملا هبت الله با ملا رسول که حالا مسئولیت حمله کویته پذیرفته، سر یک سری مسائل قومی اختلاف نظر دارند و این نشان دهنده ای هست که جنگ بین رهبران طالب دورانی و قلجایی جریان داره، همونطور که در درون حکومت افغانستان هم متاسفانه این جنگ ها وجود داره و متاسفانه همون بود داخلی جنگ افغانستان رو داره نشون میده. خب صحبت از جنگ میان قومی هست، راه حل چیست؟ ما اینجا با مردمی طرف هستیم که همه روزه قربانی دادن، 40 سال جنگ را تحمل کردن، بالای 40 سال دهه ها در جنگ بودن، قربانی دادن برای صلح که صلح به، اما الان برای صلح بین دو، بین یک قوم و دو پارت از قوم باید مردم قربانی بدن. ببینید، مشکل همین جا هست که ما 40 سال است داریم در مورد جنگ و صلح افغانستان در خارج از مرزهای افغانستان صحبت میکنه و هیچگاه این صحبت ها به گفتگوهای بین مردمی و بین افغانی تبدیل نشده. من فکر میکنم تنها راه حل این هست که مردم افغانستان باید به گفتگو با هم بپردازن و واقعا بیان روی از این صحبت کنن که خواهان چگونه نظامی هستن. حالا گذشته از اینکه نوع نظام جمهوری باشه یا امارت باشه یا اینا مسائل بعدی هست. اولی که ما حکومتی میخواییم که مبتنی بر ارزش‌های قومی باشه، آیا حکومتی میخواییم مبتنی بر ارزش‌های دینی باشه یا نوع دیگری از نظام سیاسی میخواییم در افغانستان؟ متاسفانه این صحبت ها هنوز بین مردم افغانستان شکل نگرفته و تا زمانی که این صحبت ها به داخل افغانستان کشیده نشه و نوعیت نظام و نوع ساختار سیاسی خود مردم افغانستان تعیین نکنن، این موضوع حل شدنی نیست و متاسفانه ما قربانی های بیشتری هم خواهیم داشت. صحبت از بسیج ملی میشه این روزها و همه تنها راه حل بسیج مردمی میدانند به خاطر اینکه دفاع بشه از مردم. آیا بسیج مردمی راه حل خواهد بود؟
بسیج مردمی بر کدام محور؟ شما میخواین مردم بسیج کنید بر کدام؟ بر محور قومیت، بر محور مذهب، دین، بر محور عرق ملی، کدام محوریت بسیج مردم چی است؟ دقیقا خلایی که وجود داره ای است که محوریت وجود نداره تا مردم بسیج بشن. آیا ما به خاطر یک حکومت قومی قرار هست بسیج بشیم، به خاطر یک حکومت مذهبی قرار است بسیج بشیم، یا به خاطر ارزش‌های مانند دموکراسی، حقوق بشر و این مسائل؟ متاسفانه همین خلا وجود داره و این هست که ما به یک بسیج عمومی نمی‌رسانه. از طرف حالا حکومت از بسیج، اگر بسیجی هم صورت بگیره تا یک محوری بخوان یک بسیج مردمی ایجاد بشه برای امنیت گرفتن، حداقل امنیت جانی و مالی خودشان را حفظ بکنن مردم، آیا حکومت از این روند به نظر شما حمایت خواهد کرد؟ من فکر میکنم ماهیت حکومت زیر سوال هست. زمانی که مردم خود از اونا بخواهند بسیجی رو انجام بدن و امنیت خود تامین بکنن، ماهیت حکومت زیر سوال میره و یکی از ارکان اصلی حکومت داری تامین امنیت است. وقتی که این رکن رو حکومت نمیتونه انجام بده، پس فلسفه وجودی حکومت چه خواهد بود؟ آقای امید، صحبت از این میشد که قرار هست در روز استقلال افغانستان که فردا باشه تفاهم نامه امضا بشه بین طالبان و آمریکا، و طالبان آمریکایی تفاهم نامه رو امضا بکنن، به نحوی به این شادی بیفزه، شادی که متاسفانه به غم تبدیل شده و هیچ کس دیگه او انگیزه برای جشن گرفتن از روز استقلال نداره و عده ای از منتقدین حتی استقلال افغانستان را هم قبول ندارن، که حالا ما به او نمیپردازیم، حداقل میگیریم که مثلا چنین استقلال وجود داره و میخوان چنین تفاهم نامه رو امضا بکنن. اما ترامپ رئیس جمهور آمریکا جلسه میگیره با مایک پنس و اعضای کابینه خودش و مشاورین امنیتی خودش و صحبت میکنه با معاونین خودش و همچنان با آقای زلمه خلیلزاد در رابطه با تفاهم نامه صلح افغانستان، و به نحو اعلام میکنه که باید به نشست بعدی بریم، یعنی نشست نهم گفتگوها بین آمریکا و طالبان صورت بگیره. به نظر شما تفاهم نامه امضا میشه؟ من فکر میکنم که نه، تفاهمنامه امضا نخواهد شد، به دلیل از اینکه هنوز موضوعات جنجالی در این تفاهمنامه وجود داره و یک بحث دیگه هست که در این یکی دو روز اخیر سرصداهای زیادی از داخل افغانستان بلند شده و طبیعتا این سرصداها تاثیر خود روی تصمیم حالا آقای خلیلزاد یا حکومت آقای ترامپ خواهد گذاشت. مواردی که گفتیم، یک جدول زمانبندی خروج نیروهای خارجی، آزادی 35,000 طالب زندانی و بحث از بین رفتن پایگاه های نظامی که هزینه های زیادی روی از اونا شده، اینا مواردی هست که هنوز روی از اونا 100% توافق نشده و من فکر میکنم به دلیل همین هم امضای توافق نامه به تعویق بفته که و حداقل یک دور دیگه از گفتگوها یا مذاکرات در پی خواهد داشت. آقای امید، شما از آزادی 35,000 طالب صحبت میکنین، طوری که اما ما دیدیم با خارج شدن 100 نفر، 70 نفر و 60 نفر از طالبا، این افراد دوباره به صفوف طالبان پیوستند و در حملات انتحاری که جان مردم را گرفت اینا سهیم بودند و در طی حکومت آقای غنی و همچنان طی حکومت آقای کرزی این مبرهن شد و همه رسانه ها پخش کردن، همه مردم هم دانستند که افرادی که از طالبان در چنگ هستند وقتی که آزاد میشن دوباره به صفوف طالبان میپیوندند و به حملات دست میزنند. 35,000 نفر یک لشکره. آیا با خارج شدن اینها از زندان ها طالبان قوی تر نخواهند شد و از طرفی صلح زیر سوال نخواهد رفت؟ ببینید، زمانی که طالب ها بر اثر یک توافق نامه قرار هست بیان به پیوندن، من فکر میکنم که خب راههایی برای از این وجود داره که بتونه طالب ها رو کنترل بکنه. حداقل ما به عنوان شهروندان افغانستان تقاضای ما این هست که در این توافق نامه ای هست که آیا قرار هست که طالب ها بعد از اینکه صلح صورت بگیره باز هم فعالیت نظامی داشته باشن یا نه، شاخه نظامی طالب ها قرار است منحل بشه و اینا به عنوان یک حزب سیاسی قرار است در افغانستان فعالیت بکنه. اینا متاسفانه نگرانی های مردم افغانستان هست که متاسفانه از متن یا فهوای تفاهمنامه ای هم که قرار است یا توافقنامه ای هم که قرار است امضا بشه تا به حال چنین چیزی استنباط نشده که قرار هست فعالیت های نظامی طالبا کم بشه. اگر قرار باشه فعالیت نظامی طالبا ادامه داشته باشه، طبیعتا یک فاجعه دیگری به افغانستان رخ خواهد داد. آزادی 35,000 طالب یعنی اینکه شما 35,000 نیروی تازه نفس را دارین به طالبا تزریق میکنیم و این باعث از این میشه که جنگ افغانستان تشدید بشه به جای از اینکه کم بشه. و خوب است که حالا مردم افغانستان
در جریان مذاکرات قرار بگیرند و ای که آیا قرار هست طالب ها به عنوان یک گروه نظامی باز هم بیاین در کنار حکومت افغانستان و همون پروسه صلح پیش ببرن، یا نه به عنوان یک حزب سیاسی بدون فعالیت های نظامی قرار است بیاین در سیاست افغانستان شامل بشن. این چیزی هست که واقعا دغدغه و نگرانی امروز مردم افغانستان هست، و اگر قرار باشه که به عنوان یک گروه نظامی با داشتن جنگ افسار اینا بیاین وارد پروسه صلح بشن، من فکر میکنم این پروسه صلح یک پروسه بیمنا خواهد. آقای امید، صحبت ما در رابطه با صلح هست. ما دو بار صلح هر در آسیا مثلا دیدیم، یکی در تاجیکستان اگر بخوایم در کشورهای همسایه و کشور خودمان در تاجیکستان بخوایم صحبت بکنیم، و یکی بخوایم در حکومت دکتر نجیب صحبت بکنیم. در حکومت دکتر نجیب اردوی افغانستان از کار افتاد، خلع سلاح شد و مجاهدین آمدن و طالبان آمدن و حکومت چنان به هم ریختگی شد که حادثات دهه 70 رخ داد که همه میدونیم چی بود، و همچنان که این یک نوع صلح بود که با طالبان انجام شد. یک نوع صلح دیگه تاجیکستان داشت، کشور تاجیکستان، که در او زمانی که سران مخالف دولتش آمد صلح کردن با با حکومت تاجیکستان، سران گروه های مخالف که تندروان دینی بودند از بین برده شدند و بقیه ای افراد، یعنی افراد زیر مجموعه های او بزرگای مخالف دولت در جامعه حل شدند و دیگه او قضیه و او جنگ ادامه پیدا نکرد. به نظر شما صلح امروز افغانستان با طالبان به کدام یکی مشابه تر؟ ببینید، حالا که اگر خواسته باشیم تشابه بکنیم، من فکر میکنم که ما بیشتر رو به طرف دهه 70 داریم پیش میریم و دقیقا از ما داریم تاریخ رو دوباره تکرار میکنیم، یعنی پروسه صلحی که دکتر نجیب الله شروع کرده بود در ما فعلا داره در حال تکرار از او هست. و اگر قرار باشه نیروهای امنیتی افغانستان، نیروهای نظامی حکومت افغانستان منحل بشن یا خلای قدرتی به وجود بیاد، طبیعتا فاجعه عظیم و بزرگتر ما شاید خواهیم بود. ما مشکل در قوانین داریم. زمانی که تمام صلاحیت ها و اختیارات در قانون اساسی آمده داده شده به یک نفر که در رأس حکومت قرار داره و او به عنوان به حساب فرمانده جنگ افغانستان معرفی کرده که شخص رئیس جمهور باشه و نیروی نظامی، حالا چه پلیس هست، چه اردو هست، چه امنیت ملی، تحت فرمان یک نفر قرار داره، متاسفانه این خلا به وجود میاد با کنار رفتن رئیس جمهور، یا اگر این نظام خواسته باشه به اصطلاح از ریاستی به نحوی تغییر پیدا بکنه که در رأس از او رئیس جمهور نباشه، ما با خلای قدرت و خلای ارکان حرب مواجه خواهیم شد. من فکر میکنم قبل از هر چیز خوب است که بیایم تفکیک صورت بگیره. حالا ما تفکیک قوا آمدیم انجام دادیم در نظام جمهوری، یعنی ما قوه اجراییه، قضاییه و مقننه داریم، و فکر میکنم که اگر قوای مسلح افغانستان هم به عنوان یک نیروی نظامی که فقط کار از اونها تامین امن و نظم باشه، گذشته از اینکه مسائل سیاسی چگونه است، طالبان به عنوان یک حزب سیاسی یا گروه سیاسی قرار است بیان به حکومت، تأمین امن و نظم افغانستان را به عهده بگیرند که از خلای قدرت یا خلای امنیت جلوگیری به عمل بیه، ما میتونیم پروسه صلح با آرامش بیشتر پیش ببریم، تا اینکه بیایم نیروهای حکومتی به عنوان نیرویی که تحت فرمان رئیس جمهور است اینا منحل بکنیم و یک خلای قدرتی به وجود بیاید و طالب بیاید با 30,000 یا 35,000 طالب آزاد شده از زندان بیاید قدرت بخشی از افغانستان را در دست بگیره، بهتر خواهد ای خواهد بود که ما از این حال به فکر ازی باشیم که ما بیایم نیروهای افغان را به عنوان نیروهای حکومتی به عنوان یک نیروی بی‌طرف معرفی بکنیم که اونا فقط تامین امن و نظم افغانستان را دارن و به سیاست دخالتی نداشته. اما متاسفانه با خودکامگی که در ارگ وجود داره و انحصار طلبی که موجود هست، فکر نکنم این قضیه قابل اجرا باشه. اما میپردازم به یک موضوع دیگه. صلح قرار هست به پیشینه صلح هرم ما صحبت کردیم، و الان طبق گفته های شما ما داریم صلحی را داریم تجربه میکنیم که دکتر نجیب به او تن داد، به نحوی تن داد، چون مجبور به امضای از او صلح شد اگر تاریخ خوب با ژرف ببینیم و بخوانیم. مردم در صلح دکتر نجیب کشته شدند، به شهادت رسیدند، داغدار شدند، فراری شدند، از کشور خارج شدند به هر نحوی که بود.
الان مردم برای حفاظت از خودشون چیکار کنند؟ ببینید ای که آینده چه سرنوشت برای ما رقم زده متاسفانه هنوز معلوم نیست و ای که چه اتفاقی خواهد افتاد هنوز هم مشخص نیست، اما مردم واقعا نگران هستند. همین حال متاسفانه مردم را وحشت فرا گرفته، خیلی ها به فکر رفتن از افغانستان هستند و دقیقا داره همون تاریخ دهه 70 میلادی داره در افغانستان تکرار میشه. موجی از مهاجرت ها دوباره شروع شده، خیلی از مردم میبینیم که در حال نقد کردن سرمایه های خود هستند، به فکر از این هستن که چگونه از کشور خارج بشن یا حداقل فرزندان خود از کشور خارج بکنن و بتونن سرمایه خود از کشور بیرون بکنن، به دلیل از این که مردم یک بار تجربه چنین صلح را داشتن و البته من نمیگم صلح ناکام میگم، به خاطر از اینکه پروسه صلحی که دکتر نجیب شروع کرده بود دقیقا در اون زمان حالا جای طالب و مجاهد تغییر کرده، ما حالا طالب رو داریم، اون زمان مجاهد رو داریم، هیچ کدام از رهبران طالبان به اون پروسه صلح نپیوستن و پروسه صلح رو به نحوی تحریم کردن، در حالی که میبینیم طالبا هم این حکومت رو حکومت مشروع نمیدانن و حاضر نیستن با حکومت مذاکره بکنن. مردم رفته رفته به یاد دهه 70 افتادن که خب قرار است طالب ها بیاین و صلح صورت نگیره و طالب ها به عنوان یک گروه نظامی وارد افغانستان بشن، وارد شهرها بشن، ولسوالی ها و مراکز و ولایات رو به دست خود بگیرن و طبیعتا یک جنگ خونینی دیگه در راه خواهد بود. این برداشت مردم هست از پروسه صلح فعلی افغانستان و امیدوار هستم که اتفاق نفته که و سیاسیون افغانستان با پند گرفتن از گذشته راهی را پیدا بکنن که حداقل دیگه مردم افغانستان متضرر نشن و بیشتر از این قربانی ندن. آقای امید، آخرین گفته های شما رو در رابطه با تفاهم نامه میخوام بدانم، تفاهم نامه صلح بین آمریکا و طالبان و همچنان تفاهم نامه بین حکومت وحدت ملی و آمریکا، چقدر خوش بینید به این قضیه؟ ببینید من فکر میکنم که تا زمانی که یک سری از تعریف ها تغییر نکنه و یک سری از پیش شرط ها گذاشته نشه، این تفاهم نامه صلح نمیتونه امنیت و آرامش رو به مردم افغانستان بیاره. اولین تعریفی که باید تغییر بکنه تعریف از تروریست است، همان گونه که آمریکایی ها تعریفی از تروریست دارن که هر کس که منافع یا جان آمریکایی ها به خطر میندازونه تروریست قلمداد میشه، برای مردم افغانستان هم این تعریف وجود داره، هر کس که جان مردم افغانستان رو به بازی میگیره یا ضرری به مردم افغانستان وارد میکنه از دید مردم افغانستان تروریست میشه و اگر آمریکا قرار است با یک گروه تروریستی صلح بکنه طبیعتا اون صلح نمیتونه آرامش برای مردم افغانستان بیاره و باید یک سری پیش شرط ها قبل از تفاهم نامه ایجاد بشه. آتش بس هست، طالب ها باید بیان متحد به این بشن که دیگه هیچ گونه حمله نظامی بر مردم ملکی افغانستان انجام نمیدن. اگر این توافق صورت بگیره و این پیش شرط طالبان بپذیرن طبیعتا ما میتونیم رو به طرف توافق نامه صلح بریم، در غیر این صورت ما فکر میکنم مردم افغانستان قربانی سیاست های آمریکا و طالبان خواهند. سپاسگزارم از حضور شما آقای جواد امید، فعال مدنی در هرات. قرار بود که در این برنامه آقای داوود افشار هم به جمع ما بپیوندند اما متاسفانه حضور پیدا نکردند. ممنونم از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه خبرگستر بودید. تا هفته دیگر و برنامه خبرگستر دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.